و خبری از افغانستان، منابع محلی در غزنه میگویند که طالبان دستور کوچ اجباری ده‌ها خانواده در شهرستان ناور این استان را صادر کردند. منابع روز دوشنبه 12 شهریور گفتند طالبان ده‌ها هکتار زمین کشاورزی و علفزار ساکنان بومی روستاهای واغ، سر دریا و یک روستای دیگر این شهرستان را در یک فیصله ناعادلانه به کوچی‌ها سپردند. به گفته منابع این دستور پس از دعوای کوچی‌ها و حکم دادگاه بدوی طالبان در ناور از سوی رئیس اقوام و قبایل این گروه در غزنه صادر شده است. بر اساس اطلاعات منابع، طالبان به ساکنان این روستاها هشدار دادند که هرچه زودتر مناطقشان را ترک کنند. ساکنان محل میگویند که آنان این زمینها را از پدرانشان به ارث برده و سالهای سال در آنجا زندگی نمودند. گفتنی است که انتقام جویی از شهروندان و کوچ اجباری آنان توسط طالبان طی 3 سال گذشته در نقاط مختلف این کشور ادامه داشته است. هفته گذشته استاندار طالبان برای غور در تبانی با وزارت اقوام و قبایل این گروه دستور تخلیه حدود 600 خانواده را در شهرستان دولتیار این استان صادر کردند. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده سلام و خوش آمدید به این بخش خبری. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران و بیننده‌های شما. آقای رئیس‌زاده، تحلیل شما پیرامون دلیل کوچ اجباری شیعیان توسط طالبان چیه و چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود داره؟ بفرمایید. تشکر، سلامت باشید. ببینید، مسئله هزاره ها و شیعیان با کوچی ها و طالبان یک مسئله هم تاریخی هست، هم مسئله ایدئولوژیکی هست و هم سایر مسائل منطقی هم اینجا رول خود دارد. اما ما بیشتر کوشش میکنم که روی دو دلیل بپیچیم. اویی که طالبان متاسفانه با شیعه ها و هزاره ها دچار یک تشنج مذهبی و ایدئولوژیکی هست. طالبان به عنوان یک گروه سنی متعصب در طول تاریخ به شیعه ها به ویژه هزاره ها به عنوان یک تهدید مذهبی و ایدئولوژیکی نگاه کرد. این تعصب مذهبی منجر به سیاست های سیستماتیک سرکوب، تبعیض و تصفیه قومی و مذهبی علیه هزاره ها و شیعه ها شد. مسئله دو، مسئله انتقام جویی و تنبیه هست. طالبان اغلب از کوچ اجباری هزاره ها و شیعه ها به عنوان ابزار برای تنبیه و انتقام جویی از جوامعی استفاده میکنه که به طور مستقیم و غیر مستقیم با آنها مخالف است. این انتقام جویی میتونه که به دلیل روابط گذشته جوامع با دولت های پیشین افغانستان یا با نیروهای خارجی باشد. خب اما به عنوان راهکار میخواهیم اینو بگوییم که باید یک ایجاد آگاهی عمومی در سطح جهانی در مورد وضعیت هزاره ها و شیعه ها و همچنان مذاهب اقلیتی که در افغانستان وجود دارد باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این کار میتونه که از طریق رسانه های بین المللی و شبکه های اجتماعی و بیداری عمومی انجام شود. مسئله دیگر مسئله همبستگی داخلی است. جوامع هزاره و شیعه و سایر مذاهب و گروه های قومی باید تلاش بکنند که تا با همبستگی و همکاری با دیگر گروه های قومی و مذهبی در افغانستان جبهه متحد، چی او جبهه سیاسی باشد، چی جبهه دیالکتیکی باشد و او چی جبهه گفتمانی باشد، اینا باید ایر ایجاد بکنن و علیه تبعیض و سرکوب طالبان اینا باید اعلام موقعیت بکنن. مسئله دیگه مسئله مذاکرات داخلی است. ما بارها در رسانه ها، نه تنها ما، همه شیعه ها و هزاره ها بارها در رسانه ها، در منابر، در مساجد، در میادین، در همه جا فریاد زدیم که برادر ما با کسی اختلاف نداریم، ما با کسی دشمنی نداریم، بیاین همه رای حل ها را ما شما میتونیم از طریق مذاکره و مفاهمه بین همدیگر حل بکنیم. اما اینا اهل مذاکره و مفاهمه نیست، اینا اهل نشستن روی میز دیپلماسی نیست. اینا کوشش میکنن که تا قدرت سیاسی و نظامی در دستش است اینا از علیه حضور استفاده بکنه. از جانب دیگه من توصیه ما است بین عنوان یک جوان، بین عنوان یک هموطن، که هموطن شیعه و هزاره، این است که باید مستندسازی و پیگیری قانونی صورت بگیره. از هر عمل سرکوب گرایانه و
کوچ اجباری که طالبان مردم هزاره و شیعه را در هر نقطه افغانستان میته باید اینا ثبت شود و ثبت تاریخ شود تا روزی برسه که ما بتونیم در دادگاه های بین المللی، در دادگاه های ملی و افغانستان اینا رو محاکمه بکنیم. تشکر. ممنونم. با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.